بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله در دیدار با جمعی از شیعیان کشور کویت که به شهر مقدس قم سفر کرده و در بیت معظم الله حضور یافته بودند سخنانی ایراد کردند به گزارش شیعه مرجعیت شیعه در ابتدای این دیدار فرمودند خدای منان در قرآن کریم همه انسانها را به سبقت گرفتن از یکدیگر در نیکی و در راستای رشد مصلحت‌های های دنیاوی و اخروی امر می کند و در این باره فقط مؤمنان را مخاطب قرار نداده بلکه تمام انسان ها مورد خطاب هستند. معظم الله با اشاره به مشکلات کشورهای اسلامی افزودند چرا فقر هر روز در همه کشورها خصوصا کشورهای اسلامی گسترش میابد؟ آیا قرآن کریم کتاب کشورهای اسلامی و مسلمانان نیست؟ آیا آیه کریمه وفیدالک ذالک فلیتنافس المتنافسون جز و آیات قرآن مجید نیست؟ پس چرا باید این همه امور منفی بین مسلمین و حکومتهای اسلامی وجود داشته باشد؟ و چه کسانی مسئول هستند؟ ایشان تاکید کردند این مسئولیت همگان است هر کسی در حد توانش در جامعه مسئول است تا مقدمات پیشرفت در جامعه را فراهم آورد که برای انجام این مهم لازم است مردم یک جامعه پیشی گرفتن از یکدیگر در اعمال خیر و کسب فضیلتها را در زندگی روزمره در اولویت قرار دهند مرجعیت شیعه ادامه دادند من در روزنامه یکی از کشورها خواندم که این کشور دارای مشکلات فراوانی خصوصا در زمینه بهداشت و سلامت است چرا باید چنین باشد و مسئولیت آن بر عهده کیست این مسئولیت حکومت ها و متفکران است و در عین حال مسئولیت هایی متوجه هر کدام از افراد کشور خصوصا جوانان است بزرگ مرجع جهان تشیع افزودند تک تک افراد جامعه اسلامی باید به اخلاق حسنه آراسته شوند و برای اصلاح یک جامعه هر شخص باید از خود شروع کند و سپس به خانواده، محله، شهر و کشور خود بپردازد و حکومت ها در این بین نقش مهمی را ایفا می کنند. آیتولال ازماشیرازی در ادامه سخنان خود تأکید کردند که شهر مقدس اهل بیت علیه السلام خصوصا شعر مقدس حسینی باید همیشه در حال رشد باشد و با ایجاد حس رقابت در حیات، مواکب، حسینی ها و مؤسسات در بلاد اسلامی و غیر اسلامی این مراکز رونقی بیش از پیش پیدا کنند.